به نام خدا، عرض ادب خدمت همه شما حضار گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه سلامت و تندرست باشه. مبحث جدید ما بسته‌بندیه. وقتی محصول سالم و سلامت محور رو تولید کردیم، چه برای مصارف داخلی و چه برای مصارف و نیازهای صادراتیمون، اولین اولویت ما باید بسته‌بندی باشه. شاید در صادرات گذشته، یعنی صادرات سنتی گذشته، متاسفانه خیلی ها از دردسرهای بسته‌بندی دوری می‌کردن و به صورت فله فروشی یا خام فروشی صادرات خودشون رو انجام می‌دادن که متاسفانه عواقب بدی رو به ارث برای نسل امروز گذاشته، که اگر نسل امروز بخوان تلاش کنن، باید حداقل توان خودشون رو، حد اکثر توان خودشون رو بگذارن تا از این دوران گذر کنن و محصولات ایرانی رو به صورت مدرن و بسته‌بندی شده به بازارهای جهانی ارائه بدن. برای اینکه به بازارهای جهانی این ارائه بدن، باید با یه سری چالش‌های روبرو بشن که فرصت‌های اشتغال از اونها میگیره و طبعاً برای ما خودمون دوباره چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کنه. چرا؟ چون وقتی محصولات ما رو فله می‌خریدن تو کشورهای خودشون یا کشورهای دیگه که هدفشون بوده هزینه کارگری و بسته‌بندی پایین بوده، اونجا صادر می‌کردن و به بسته‌بندی که مورد تایید خودشون بوده انجام می‌دادن و به بازارهاشون عرضه می‌کردن. اگر قرار باشه ما تو صنعت بسته‌بندی قوی بشیم که شدیم، خب مطمئنن اون کارخانه ها و صنایع بسته‌بندیشون همشون دچار چالش میشه و دردسرهای بیکاری و خیلی اتفاقهای دیگه شاید برای جامعهشون اتفاق بیفته. به خاطر همین همیشه کمک کردن که ما فله فروش باشیم. ولی ما نسل امروز تصمیم گرفتیم که خام فروشی نکنیم. باید تمام محصولات تولیدی خودمونو یا به صورت فراوری بسته‌بندی شده یا همون محصول تولیدی خودمون که قابل مستقیم عرضه کردنش، قابلیت عرضه مستقیم رو داره، به صورت بسته‌بندی تحویل بازارهای مصرف کننده و کشورهای وارد کننده بدیم. حالا میخواییم بریم وارد مقوله بسته‌بندی بشیم. یعنی یک کالای صادراتی یا مصرف داخلی، یکی از اهمیتهاش بسته‌بندیه. ببینید، بسته‌بندی کمک میکنه از ضایعات محصول، هدر رفت محصول و انرژی که بابت تولید اون محصول شده، خیلی میتونه کمک کنه به سیو کردن این انرژی و برگشت اون به چرخه اقتصادی کشور و اینکه از خسارت هایی که به تولید کننده وارد میشه از ضایعات جلوگیری کنه. ما برای اینکه تو بازارهای جهانی اگر هدفمون صادرات باشه، باید بسته‌بندیامونو بر اساس استانداردهای جهانی انتخاب کنیم. یعنی ما در یه سری استانداردهامون سایز و ابعاد بسته‌بندی رو باید رعایت کنیم به صورت کلی. حالا من برای اینکه قبل از اینکه وارد این مقوله سایز و ابعاد بسته‌بندی بشم، چرا بسته‌بندی باید بکنیم، چه چیزی رو ما، چه نوع بسته‌بندی رو باید انتخاب کنیم، اینا یکی از اهم‌های این موضوع هستش که باید براش وقت بیشتری بگذاریم. من سعی میکنم خلاصه‌وار و تیتوار این موضوعات رو ارائه بدم. ببینید، ما اگر دسته‌بندی کنیم محصولات تولیدی خودمون رو، در صنعت کشاورزی اگر بخوایم صحبت کنیم دربارش، یا صنعت غذایی کلن بخوایم صحبت کنیم، بسته‌بندی باید بر اساس شرایط خود محصول انتخاب بشه. یعنی خود مارکتینگی که روی محصول میخوایم انجام بدیم، شاید 60-70% اثرگذاری مارکتینگ ما برای فروش محصولمون اون نوع بسته‌بندی هستش که انتخاب میده. حتی میتونی به خریدارهامون در سراسر دنیا مشاوره بدیم نوع بسته‌بندیمونو و ارائه بدیم، پرزنت کنیم محصولمون رو با کیفیت‌های متنوعی از بسته‌بندی که خریدار رو مجاب کنه و ترغیب کنه به خرید محصول ما. حالا ما محصولات کشاورزی رو اگر به دو دسته خشکبار یا به صورت تازه خوری تقسیم بندی کنیم، شرایط مختلفی رو باید براش در نظر بگیریم.
توی بسته‌بندی. محصولات تازه خوری از اهمیت بالایی برخوردارن که برای انتخاب نوع بسته‌بندیش باید دقت بیشتری بشه. ما محصولات تازه خوریمون یه عمر مفیدی دارن. اگر در شرایط استاندارد و کشاورزی زیستی تولید شده باشن و عاری از هر گونه آفت و شرایط بد تولیدی باشن، باید با یه بسته‌بندی استاندارد حفظشون کرد و دوران عمر مفید اونا رو بتونیم بتونیم حفظ کنیم برای اینکه مصرف کننده نهایی محصول تازه و خوب رو مصرف کنه. ما برای اینکه به این اهم برسیم باید حتما سراغ تکنولوژی بسته‌بندی بریم، یعنی باید دانش بسته‌بندی رو حتما در کنار کارمون، در کنار صنعتمون قرار بدیم و دانش رو هر روز آپدیت کنیم، بروز کنیم که بتونیم محصولاتمون رو حالا در بخش تازه خوری و خوشبار فرقی نمی کنه، تو بخش پروتئینی هم فرقی نمی کنه، بتونیم محصولاتمون رو عمر بیشتری بهش بدیم برای اینکه بتونه تو بازار ماندگاری بیشتری داشته باشه بدون افزودنی یا مواد غیر استاندارد که خودش دردسرها و استانداردهای جهانی رو هوشیار میکنه که این چه نوع بسته‌بندیه و چه ماده افزودنی اضافه شده بهش که خب دردسرهای خودش رو برای فروش داره. بعد بریم سراغ تکنولوژی. کاری که ما کردیم از تقریبا 4 سال پیش با یه شرکت دانش بنیان همراه شدیم و مشکلات بسته‌بندی رو باهاشون مطرح کردیم برای محصولات تازه خوری. توی حالا پی دی افی که هستش داره ارائه میشه خدمتتون، میتونید بعداً هم به صورت کلی پاورپوینتش و پی دی افش رو حتما در اختیارتون گذاشته میشه. با شرکت های مختلف دانش بنیان صحبت کردیم. برای محصولات تازه مهمترین چیزی که برامون اهمیت داشت این که کیفیت و تراوت و تازگی محصول رو بتونیم حفظ کنیم. باید سیستم کنترل اتمسفر تنفسی محصول رو میتونستیم کنترلش کنیم برای اینکه بتونیم عمر بیشتری از محصولمون داشته باشیم تا به مصرف کننده نهایی محصول رو با کیفیت برسونیم. سراغ شرکت‌های دانش بنیان که بریم خیلی کمک میکنن به ما، ارائه پیشنهاداتی میدن که ما بتونیم بهترین انتخاب رو برای بسته‌بندی داشته باشیم. هر محصولی که ما تولید کرده باشیم در کشاورزی یا صنایع غذایی فرقی نمیکنه، اگر با شرکت هایی که صاحب سبک در تکنولوژی بسته‌بندی هستن مشاوره کنیم و باهاشون شیر اطلاعات کنیم و نیازهامون رو اعلام کنیم، مطمئنن اونها هم تلاش میکنن تا بهترین بسته‌بندی رو به شما ارائه بدن تا کمک کنه که تو بازارها ماندگاری بهتری داشته باشه. خب حالا ما بسته‌بندی رو میخوایم انتخاب کنیم، اولین چیزی که هستش باید از چه نوع بسته‌بندی استفاده کنیم که استانداردهای جهانی رو شاملش بشه. ما افزودنی‌هایی که به مواد افزودنی که اضافه میشن به بسته‌بندیمون خودشون یک سری مشکلات دارن در استانداردهای جهانی که میتونن برای ما دردسرهای ریجکت شدن بار یا عدم برگشت پول به ما رو رقم بزنن در نتیجه نهاییشون. ما به خاطر اینکه دچار این مشکلات نشیم میریم سراغ فناوری‌های نوین بسته‌بندی. مثل نمونه بارزی که توی این بسته‌بندی می‌بینید، ما در بسته‌بندی محصول بادمجان لامپی که دارید می‌بینید، بادمجان لامپی محصولی که عمر مفیدش در شرایط استاندارد اگر نگهداری بشه 10 الی 15 روزه، نهایتاً 15 روزه، ولی 10 تا 12 روز استاندارد جهانی تعریفش کرده. حالا با بسته‌بندی چه کمکی می‌کنیم به ماندگاری بشه؟ ما سراغ تکنولوژی که رفتیم، پیشنهاداتی که شرکت ماناپاک به ما داد نایلون هایی هستن که کنترل اتمسفر میکنن و هوازی هستن و تو بحث کنترل از دست دادن اکسیژن و یا جذب دیوکسید کربن یا آزاد کردن اتیلن به ما کمک کردن که محصول در شرایط ایدئال باقی بمونه و این شرایط ایدئالش باعث شد عمر بیشتری محصول ما داشته باشه تا بتونه فرصت بیشتری برای ارائه به بازارهای مختلف و مصرف کننده نهایی بده. و حالا ما اگر نایلون انتخاب کردیم
و خیلی خوب پیشرفت کردیم توی بسته نایلون و بسته‌بندی محصولمون تو جعبه و باکس هامون رو باید چجوری انتخاب کنیم. الان میریم سراغ ابعاد. من یه نمونه رو دارم خلاصه بار میگم خدمتتون. شما میتونید ما در کانتینر هامون، در کانتینر هایی که بارگیری میکنیم 40 فوت، 45 فوت و 20 فوت یه سری ابعاد استاندارد داریم. معمولا محصولات کشاورزی ما اگر به صورت حمل زمینی انجام بشه کانتینرهایی هستن که 45 فوت هستن، یعنی 13.60 سانتی متر طولشونه و در ابعاد 2.50 متر و ارتفاع 2.70 متر. این استانداردیه که در تمام کانتینرهای یخچالی حمل زمینیمون که توسط کامیون‌ها همیشه رعایت شده. ما باید ابعاد بسته‌بندی رو چجوری انتخاب کنیم؟ اولین چیزی که هستش بسته‌بندی برای تثبیتش و ثباتش و حفظش و نگهداریش باید پالت بندی بشه. ما تو پالت بندی محصولمون ابعاد استاندارد رو باید انتخاب کنیم. اولین ابعادی که میشه تقسیم بندی کرد توی کانتینر بسته‌بندی پالت های 100x120 که در طول میشه 13 تا در عرض 1 متر قرار میگیره و در عرضم 2x120 میشه 2.40 متر که به ترتیب پشت سر هم قرار بگیره 26 پالت جایگزین میشه و این استاندارد باعث میشه که شما جعبه های بسته‌بندیتون هم بر اساس همون پالت انتخاب کنید. یعنی ما باید این ابعاد رو حتما تو صنعت بسته‌بندیمون اگر برای صادرات داریم فکر میکنیم یا هر بازاری فکر میکنیم حتما باید رعایت کنیم. تو جعبه هایی که الان مشاهده دارید میکنید تو این بسته‌بندی عرضم به خدمتتون که ابعادی که به کار گرفته شده 60 طولشه، 40 سانتی متر عرضشه و 12 سانتی متر ارتفاع محصوله. این 60 و 40 5 ردیف روی پالت 100x120 قرار میگیره و در ارتفاع 19 ردیف که نهایتاً میشه 2 متر خورده‌ای تا خط قرمز کانتینر که استاندارد هستش به خاطر گردش هوا قرار میگه. این میشه پالت بندی و بسته‌بندی یه محصول بادمجون لامپی که دارید مشاهده میکنید. این سلایق مختلف توی بسته‌بندی بر اساس شما باید بر اساس طبق این ابعاد برنامه ریزی بشه. حالا ما اون پالت رو داریم، این جبعاد باکس های مختلف رو داریم، میتونیم از بسته‌بندی های کوچکتر هم توی بسته‌بندی محصولات کشاورزیمون کمک بگیریم و تنوع بسته‌بندی رو به مشتریامون ارائه بدیم. صنعت بسته‌بندی یه صنعت فوق‌العاده پیچیده و پر از تنوع اشکال و شکل‌ها و نوع‌های یعنی از لحاظ نوع بسته‌بندی شما میتونید انواع بسته‌بندی رو توی محصولات داشته باشید، ولی باید نتیجه خروجی این محصولات و بسته‌بندی شما در ابعادی باشه که بتونی به صورت استاندارد به هر جایی از دنیا که میخواید ارسالش کنید این قابل ارسال باشه و یعنی دوچار مشکل نشه. پس ما دونستن ابعاد بسته‌بندی یکی از قواعدیه که میتونه کمک کنه توی انتخاب نوع بسته‌بندیمون برای صادرات یا بازارهای داخل. حالا چه کمکی میکنه به ما بسته‌بندی؟ ما همه اینا رو اطلاعاتش رو به دست آوردیم، میخوایم کمک هایی که بسته‌بندی میکنه برای ما کجاست، چه نتیجه ما میتونیم محصولاتمون رو تفکیک کنیم، یعنی درجه بندی کنیم با کیفیت بسته‌بندی که میخوایم ارائه بدیم. میتونه تنوع کیفیت رو برای ما یعنی نسبت به بازارهایی که پیش رومون داریم ارائهش بدیم. بعضی موقع مثلا یه خرمای مضافتی اما ما سلایق بسته‌بندی یکسان تقریبا در خرمای مضافتی با، اما تو گرکتهاشون درجه 1، درجه 2 و درجه 3 داره. ما با بسته‌بندی میتونیم اینا رو سورت کنیم، تفکیکشون کنیم و جداسازیشون کنیم. وقتی جداسازی کردیم، سورت و بسته‌بندی کردیم، میتونیم بازارهای متناسب به خود این بسته نوع کیفیت یعنی گریدبندی که کردیم بازارش رو انتخاب کنیم. درجه 1ش رو برای بازارهای لاکچریمون بفرستیم، درجه 2ش رو برای بازارهایی که نسبت به اونجا
توانایی خریدشون بیشتره بفرستیم و درجه سهش هم همینطور. یعنی تمام محصولات میشه به صورت تفکیک شده بر اساس اون شرایطی که مشتری از شما میخواد تفکیک. پس بسته‌بندی کمک میکنه که به درجه بندی محصول از نوع کیفیت و سایز و اندازه این خروجی که میتونه برای ما داشته باشه خودش کمک کننده و تسهیل دهنده است. در عرضم به خدمت شما در فروش محصول و انتخاب راحت‌تر مشتری برای خرید محصولشون باشه. عرضم به خدمتتون که حالا ما می‌خوایم متفاوت عمل کنیم. ما چند مدل مشتری داریم در بازار خواه. یه سری با مشتری‌های ما هستن که خودشون بسته‌بندی رو به ما ارائه میدن، یعنی بر اساس شرایطی که توی بازارشون وجود داره به ما درخواست میکنن که ما بسته‌بندی و نوع بسته‌بندی باید بر اساس این کیفیت باشه، بر اساس این شرایط باشه. خب اون شرایط قرارداد بسته میشه، براشون تأمین متریال بسته‌بندی میشه و بسته‌بندی انجام میشه. اما ما خلاقیتمون کجاست؟ ما با ارائه نوعی جدید از بسته‌بندی با دانش و تکنولوژی مشتری رو میتونیم بیشتر تعقیب کنیم به خرید محصول. یعنی با مشاوره دادن از نوع جدید تکنولوژیمون مشتری رو مجاب میکنیم به خرید تکنولوژی که داریم، هم به همراه محصول با کیفیتی که میتونه داشته باشه میتونیم راهنماییش کنیم، محصولمون رو پرزنت کنیم و مشتری ها مطمئنن برای داشتن بازارهاشون، برای حفظ بازارهای خوبشون، برای ایجاد حس رقابت در بازارهای خودشون حتما از شما مشاوره میگیرن و ازتون درخواست میکنن که پیشنهادهای خودتون رو ارائه بدید. اینجا اگر خلاقیت داشته باشید، اگر تنوع بسته‌بندی داشته باشید، ما همیشه حالا نمونه مثالش رو میخوام بگم، ما خرما رو در بسته‌های مادر که میبینیم 12 تایی دیدیم، حالا شما اینو تبدیلش کنید به 24 تایی، اتفاقی که فکر کنم 7 سال پیش 8 سال پیش شرکت فونتانا فود تو تیرسو استکهلم سوئد این کار رو انجام داد. جای بسته‌بندی های 12 عددی، یعنی نیم کیلویی، اومد 250 گرمی به کار برد، چون سلایق مصرف اونجا متفاوت بود. اکثرا تک نفره زندگی میکردن، 2 نفره زندگی میکردن. با ارائه بسته‌بندی به شکل کوچیکتر در باکس های کوچیکتر خیلی ترغیب کرد و سلاقشون استقبال کرد از خرید این نوع بسته‌بندی و بسته‌بندی رو به اون صورت ارائه داد. اینا چیزایی که میتونه خلاقیت ما ایجاد کنه و برای فروش محصولمون خیلی میتونه کمک باشه توی فروختن محصولاتمون. پس ما باید خودمون خلاقیت داشته باشیم، از دانش و تکنولوژی روز استفاده کنیم و برای آپدیت کردنش هر روز مطالعه کنیم و با شرکت‌های دانش بنیان، اگر صنعت بسته‌بندی دارید حتما باید در کنار شرکت‌هایی که خلاق هستن، ارائه دهنده طرح‌های نوین روز دنیا هستن برای بسته‌بندی همراه باشید. اگر می‌خواید موفق باشید توی این مسئله بیشک نباید دوری کنی از شرکت‌های دانش بنیان. شرکت‌های دانش بنیان شتاب دهنده هستن توی تسهیل کردن فروش محصولات شما، یعنی با ارائه و پرزنت کردن نوع تکنولوژی برای مشتری، شرکت‌ها میتونن با تسهیل کردن کار با ارائه تکنولوژی‌های روز جهان به شما کمک کنن که شما بتونید موفق تو این بازارها حضور داشته باشید. یکی از کمک هایی که بسته‌بندی میکنه اینه که سلیقه حق انتخاب رو به مشتری میده. در سایزها، ابعاد و استانداردهای مختلف مشتری رو مجاب میکنه که حق انتخاب، یعنی ببخشید، این حق رو تو وجودیت خودش پیدا میکنه که حق انتخاب داره و حقوق شهروندیش رعایت شده در استاندارد مثلا. هر چیزی، یعنی اگر شما به عنوان تولید کننده و بسته‌بندی کننده و سورت کننده محصول کشاورزی منافع مشتری رو در بسته‌بندی محصولات خودتون، یعنی اگر منافعشون رو دیده باشید در این بسته‌بندی، مطمئناً بازار خوبی رو خواهید داشت. اونجایی که مشتری درک کنه شما بسته‌بندیش بسته‌بندید برای رفاهش و
آسایشش و تسهیل در مصرفش فکر شده، مطمئناً همیشه مشتری شما خواهد بود و همیشه به سراغ کالای شما خواهد اومد. و مهمترین چیزی که برای بسته‌بندی و نوع محصولمون باید انتخاب کنیم، بدونیم که بسته‌بندی ما برای چه مقاصدی قرار استفاده بشه، برای کدوم کشور میخواد بره، با چه شرایط آب و هوایی و دمایی میخواد روبرو بشه. باید قبلش مطالعه کنید نسبت به کشورهایی که باشون قرار همکاری کنید، شرایط آب و هوایی، انبارداریشون و اینکه بازارهاشون و سلایق مردم اون منطقه. مثلا مثل این میمونه که شما، حالا من شهر کشور سوئد برای شما مثال میزنم چون میخوام یه مثالی باشه که درکش کرده باشم خودم. تو کشور سوئد به خاطر شرایط سرمایی که حاکمه و بیشتر فصل سال سرده و گرمای تابستونش خیلی کمه، بیشتر سراغ شیرینیجات، یعنی طبع مردم سوئد میشه به جرأت بگی 80-90% شیرینی، یعنی سراغ محصولات شیرین میرن. شما درختان آلوالو رو میبینی توی حیاتاشونه ولی علاقه به چیندن و مصرفشون ندارن. ایرانیایی که اونجا ساکنن میگیرن، میچینن، شربت درست میکنن، ازشون محصولات دیگه میدن. وقتی اون شربتشو بهشون میدن میخورن، اون یه مقدار طعم شیرینی که داره تازه خوششون میاد از آلبالو، یا مربای آلبالو رو مصرف میکنن. ببینید، دونستن سلایق مردم مختلف جهان کمک میکنه که شما بهترین بسته‌بندی و نوع انتخاب محصول رو داشته باشید. پس فروختن آب میوه ترش یا محصولاتی که به سمت ترشی هستن، درختان سیب تو سوئد زیاده، اکثرا درختان سیب ترش هم هستن. شما اگه میبینی این سیب رو درخت میمونه تا خودش بیفته پای درخت و از بین بره، کسی علاقه به چیندن اون سیب نداره. پس برای مقاصد صادراتی اون باید یکی از مهمترین چیزها شناخت ذائقه مصرف کننده بشه، شناخت موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و دمایی و انبارداری، روش انبارداری اونجا، آیا اونجا هوای خنکی داره، نوع کارتون و بسته‌بندی که میخوام انتخاب کنم برای صادرات به اون کشور باید چجوری انتخاب بشه، آیا بتونه درصد رود، آیا که اون کشور شرایط گرمی داره، شرجی رطوبت داره، من با چه بسته‌بندی میتونم تو اون بازار حضور داشته باشم، در شرایط انبارداری و ایدئال یا غیر ایدئال اون بازارم بتونم حضور داشته باشم. حالا در فروشگاه و مارکت ها اکثرا استانداردهای نگهداری محصول رعایت میشه، اما همه بازارها اونها نیستن. خیلی از مصرف کننده های ما در جاهای مختلفی از سطح اون کشور فروش میره، مصرف کننده هستن یا خرید میکنن، مثل ما بازارهای متفاوتی رو دارن. ما باید همه اینا رو با شناخت اقلیم و جغرافیای اون کشور انتخاب کنیم توی بسته‌بندی محصولمون، برای اینکه کمک کنیم کارتونمون از بین نره یا بر اساس رطوبت اون رنگی که کارتونمون چاپ شده از بین نره یا قاطی نکنه، یا نوع بسته‌بندی که داره انتخاب میکنیم شرایط اقلیمی اون کشور تاثیرگذار روش نباشه و خود اصل محصول از بین نبره. اینا شرایطیه که اولویت داره. پس شناختن اقلیم، ذائقه مصرف کننده و خیلی چیزا میتونه تاثیر کمک کنه به شما و تاثیرگذار باشه تو نوع و انتخاب بسته‌بندیتون. وقتی شما میخواید تو شرایط سردخانه این محصولتون رو صادر کنید، به عنوان مثال کارتونی که میخواید انتخاب کنید برای شرایط ارزم به خدمتون سردخانه ای، شرایطی که میخواید انتخاب کنید برای شرایط سردخانه ای، نوع کارتون باید چه نوع کارتونی باشه، چه شرایطی رو داشته باشه، آیا کنترل رطوبت میتونه بکنه، آیا میتونه تو دمای مختلف سردخانه شرایط اون خودش رو حفظ کنه و به محصول ما آسیب نزنه. خیلی از محصولات ما توی صادرات به دلیل نداشتن کیفیت این باکس ها یا جعبه های بسته‌بندی دچار خسارت های جبران ناپذیری شدن. چرا؟ چون استانداردهای
رطوبتی و سردخونه‌ای برای اون حتی اون کارتون‌ها رعایت نشده و خسارت‌های سنگینی رو به تجار زده. پس برای شناختن، برای انتخاب بسته‌بندی شرایط صادراتیش هم باید در نظر بگیریم. برای کارتون‌های سردخونه‌ای حتما باید از کارتون‌های استفاده بشه که حالا من اینجا انواع مختلف بسته‌بندی رو شما دارید می‌بینید، باکس ها، این نوع کارتون هایی که می‌بینید، حالا نایلونش هست، باکس ها هست، اون جعبه بادنجون باید حتما از کارتون هایی که سطح بیرونیش لامینتی باشه و یه لایه سلفون داشته باشه روش استفاده بشه. چرا؟ به خاطر اینکه رطوبت از خودش رد کنه و جذب نکنه و لایه درونی کارتون حتما باید از گرافت استفاده بشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه آب گریز باشه، آب جذب خودش نکنه و خمیری نشه این کارتون و حجم 500-600 کیلو هر پالت 500-600 کیلو وزن پالت شرایط استاندارد داشته باشه خودش باعث میشه که الو آی مهندس، بچه ها صدا هستش؟ یه لحظه من بعد عرضم به خدمت شما که خسارت سنگینی رو به خاطر اینکه اون کارتون خمیری میشه و هم اصل محصول از بین رفته و کلی خسارت جبران ناپذیر به صادر کننده اون محصول زده. پس وقتی که میخوایم قرارداد ببندیم برای تولید کارتون بسته‌بندی یا همون جعبه های باکس های کارتونی که داریم میبینیم در انواع مختلف، حتما باید توی این قرارداد دانش نوع قرارداد رو بدونیم. یعنی باید بدونیم که از تولید کنندمون چه انتظار داریم. ما میخواییم مثلا به عنوان مثال یک کارتون برای باکس های بادمجون که 20 ردیف هر ردیف 20 کیلو وزنشه که معمولا 20 تا 25 کیلو هم وزن میگیره رو میخواییم سفارش بدیم، حتما میگیم آیا تولید کننده به من کارتون 5 لایه استوانی و گرافت 220 گرمی، گراف از 120 گرم هست تا 280 گرم و سایز های مختلف، گراف همون لایه ای که آب گریزه، لایه داخلی بادمجونه، کارتون لامینتیه، میگیم 5 لایه استخوانی با گرافت 220 گرمی لامینتی، سطح لامینتی و روکش سلفونی به ما بده. وقتی به ما ارائهش میده، ما اون محصول رو با خیال راحت اون سرمایه داخل اون محصول بسته‌بندی می‌کنیم و برای صادرات آماده‌اش می‌کنیم. 2400 تا 500 عدد کارتون داخل یک کانتینری هستند که در دمای بین 8 تا 10 درجه سانتیگراد باید تحمل دما کنند و رطوبتی که خود محصول، چون محصول تازه است، دی اکسید کربن و اکسیژن توش جریان داره و خودش رطوبت داره و اون رطوبت میتونه اگر شرایط بسته‌بندی استاندارد نباشه خسارت سنگینی رو به ما بزنه. من یه نمونه مثالی که زدم همین نوع بسته‌بندی بادمجون بود که حالا تو تصویر دارید میبینید. ما برای بسته‌بندیمون باید قبل از بسته‌بندی خود محصولمون هم شرایطش رو درک کنیم. محصول تولیدیمون چه جور شرایط تولید رو داشته؟ بازم با هر شرایط استانداردی تولید شده باشه، محصولات تازه اون قابلیت رو دارن که دچار بیماری های مختلف بشن بعد از، یعنی فیزیولوژی که برداشتشون در راه حمل و نقل یا در راه شرایط پیرکولینگ اولیه یا شوک اولیه که میخواد اتفاق بیفته که بعد از این مبحث درباره شوک و پیرکولینگ صحبت میکنم تو صنعت بسته‌بندی، حتما بهتون میگم توی این مسیر دچار آلودگی شده باشه، حتی شما در های تک ترین گلخانه محصولتون رو تولید کرده یا در بهترین شرایط زراعی محصولتون رو تولید کرده باشی، ما یه سری استانداردها داریم که
خدا رو شکر ما در علم پرتو چهارمین کشور دنیا هستیم. میتونید لایوش رو توی پیج من ببینید که دانش بچه های این سرزمین با پرتو یوبی سنتر میتونن شوک پرتوی بدن و مبارزه کنن با اسپورها و آنزیمها و یه سری آفاتی که میتونه رو سطح محصول باشه و کمک کنه به ماندگاری محصول. این جزء صنعت بسته‌بندیه، یعنی توی سورتینگ ما میتونیم با ایجاد کردن این شرایط کمک کنیم به ماندگاری محصول. این شرایط و دوز پرتو ما شرایط استاندارد داره. یکی از لاکچری ترین محصولاتی که برای صادرات استفاده میشه توت فرنگیه. توت فرنگی به خاطر شرایطی که داره متاسفانه عمر کوتاهی داره و بازارهای صادراتی خیلی دچار خسارت میشن. همین علم پرتو و یووی که اومده کمک کرده که عمر توت فرنگی به 2 الی 3 برابر افزایش پیدا کننده و خیال صادر کننده رو راحت کنه در صادرات محصول توت فرنگی و کلی میتونه این بازارها رو کمک کنه در تثبیتش که در تسخیر صادر کننده های ایرانی با شرایط تولیدی که کشورم داره قرار بگیره. و نوع بعدیش ظروف سلولوزیه که تو تصویر میبینید. توت فرنگی با شرایط نایلون حوازی که رو سطحش فیلدی که روی سطح اون نایلون بسته‌بندی سلولوزی قرار گرفته عمر توت فرنگی رو 2 الی 3 برابر افزایش داده. پس ما در ماندگاری محصول غیر از باکس باید شرایط سورت و بسته‌بندی رو حتما اهمیت بهش بدیم. بسته‌بندی مدرن زمانی اتفاق میفته که ما شرایط خوبی رو بدون افزودنی، بدون دخالت در خود فیزیک محصول بتونیم حفظ کنیم و اون محصول رو سلامت، محور و سالم در اختیار مصرف کننده قرارش بدیم. باید حتما سراغ تکنولوژی ببینیم. ما تو بسته‌بندی هایی که دارید میبینید انواع تکنولوژی رو خدا رو شکر داریم. شما از ماشینالات بسته‌بندی میتونید برای کمتر دخالت کردن دست خودش میتونه خسارتزا باشه در صنعت بسته‌بندی. یعنی اگر شما هر چقدر پروتکل های بهداشتی و بسته‌بندی رو رعایت کنی بازم میتونه کمک کنه به انتقال بیماری توسط محصول به شخص مصرف کننده. این نکته رو فراموش نکنید. من به عنوان مثال خرمایی از ایران صادر شد به و فرصتی هم میکنه که رقبا شیطنت کنن. اینو حتما باید مد نظر داشته باشید. یکی از اون خرماها توسط یه مصرف کنندهی در دانمارک مصرف میشه. این صحبت ها مال چندین سال پیشه. مصرف میکنه و بیمار میشه. وقتی به پزشک مراجعه میکنه ازش وقتی میپرسن که چه اتفاقی افتاده، آخرین خوراکی که خوردی چیه، میگه من یه بسته خرما خریده بودم از فلان شرکت، این خرما رو وقتی خوردم حال بعد از اونم این اتفاق افتاده. حالا در جا نه، ولی خب این مثلا این شام رو خوردم، این غذا رو خوردم، این خرما رو هم خوردم. میگه اون خرما رو بیارید چون نوع بیماری شما از نوع انگله، باید اون خرما رو بیارید. خرما رو میبرن آزمایش میگیرن و متاسفانه متوجه میشن که فردی که در سورت و بسته‌بندی اون موقع کار میکرده چون با دست خرما رو تو باکس میچینده بهداشت رو رعایت نکرده. بعد از استفاده از سرویس بهداشتی اون انگل توسط دست این کارگر انتقال پیدا کرده به اون خرما و کلی خسارت ایجاد کرد و کلی اون محموله معدوم شد و بابت معدوم شدنش هزینه داد، جریمه داد به اون فردی که دچار بیماری شد و کلی خسارت شامل حال اون صادر کننده شد. این کمتر اتفاقیه که تازه تو جریان بسته‌بندی، حتی نوع بسته‌بندی یه مبحثی که خیلی باید دقت بشه. باید همه شرایط بسته‌بندی توضیح داده بشه روی بسته‌بندی. ما باید یه
لیبلینگی که انجام میدیم رو بسته‌بندی، شرایط مصرف و استفاده از این محصول رو حتما برای مشتری درج کنیم و مشتری آگاه باشه که از کجا باید، از رو کدوم درز پرفراژ باید بازش کنه. اگر باز میکنید حالا به صورت شکلات خرما رو شما داخلی یه بسته‌بندی کوچیک در نظر بگیرید، چون هسته داره، اگر دندون آدم بشکنه و اون رو حالا به هر شرایطی باز کرده باشه، اون توضیح رو شما رو بسته‌بندی درج نکرده باشید که حتما باید بسته‌بندی درج بشه که این محصول داره هسته است و امکان داره به دندان‌های شما آسیب بزنه. بعضیا تو هر شرایطی مصرف میکنن، خب این اتفاق رایجه در سراسر دنیا، و اگر شما درج کرده باشید این خسارت از شما دور میشه. اگر درج نکرده باشید، استاندارد مصرف رو برای مصرف کننده خارجی، اون میتونه شما خسارت بگیره و برند شما رو آسیب بهش بزنه. اینا نکته‌های جزئیه که باید در بسته‌بندی حتما رعایت بشه. حالا ما میخواییم بیماری نداشته باشیم، توسط انسان انتقال پیدا نکنه، حتما باید سراغ ماشینالات بسته‌بندی بریم. در سورت بسته‌بندی کاملا به صورت بهداشتی و 100% بهداشتی حتما کارگر و پرسنلی که داره فعالیت میکنه تو صنعت بسته‌بندی شرایط رو براش توضیح بدی، استانداردهای کاریش رو براش تعریف کنی که خدایی نکرده دچار خسارت نشه. پس ماشینالات کمک میکنه که شما کمترین خطای بسته‌بندی رو داشته باشید. در سورت و بسته‌بندی محصولات کشاورزی به وفور در کشور ما خدا رو شکر صنعت‌های مختلف ماشینسازی در صنایع غذایی هستن که کمک میکنن، حتی میتونید پیشنهاداتتون رو بهشون ارائه بدین، نسبت به محصولی که دارید براتون طراحی مهندسی کنن و اون دستگاه رو بسازن و در اختیارتون قرار بدن. پس ماشینالات کمک میکنه در روند و تسهیل بسته‌بندی به صورت سلامت کامل. پس حتما بسته‌بندی با ماشینالات راه مطمئن تره برای بسته‌بندی محصولات کشاورزی. و یه مسئله ای که خیلی کمک میکنه به ما در بسته‌بندی، شرایط پیرکولینگ، یعنی شوک و دمایی اولیه. من برای شوک و دمایی برای محصولات تازه خوری همین سیفیجات و سبزیجات رو خدمتتون توضیح میدم. حالا اگر محصولات دیگه ای هم مد نظرتونه، ما باید اولین چیزی که از محصولات کشاورزی در نظر بگیریم شرایط دمایی که در اون محصول قرار داره. یعنی هر محصولی شرایط دمایی خاص خودشو داره. مثلا فلفل دلمه رنگی گلخانه بین شما میتونید 6 درجه تا 7 درجه سانتیگراد یا 8 درجه سانتیگراد، بادمجان 9 درجه تا 11 درجه سانتیگراد، ما میگیم باید تا 12 درجه چون گرم سیریه. و انواع محصولات میتونی با خوندن و مطالعه کردنشون و منابع مختلف به شرایط سردخانه ایشون، یعنی دمای استاندارد سردخانه ایشون دست پیدا کنید و بر اساس اون نوع بسته‌بندیش رو انتخاب کنید. محصول ما در بسته‌بندی اگر شرایطش شناخته نشه میتونه خودش آسیبزا باشه. مثلا محصول از گلخانه که چینده میشه، حالا چرا من محصول گلخانه ای رو مثال میزنم، چون درگیر این موضوع هستیم، بیشترین خسارت ها رو این محصولات میتونه رایج باشه و خسارت بزنه به صادر کننده یا تولید بسته‌بندی کننده. ببینید محصولاتی که از گلخانه چینده میشن، در شرط گلخانه، تولیدات گلخانه یعنی تولیدات خارج از فصل، دما شرایط مصنوعی ایجاد شده به صورت توسط هیترها، رطوبت و دما مصنوعیتون گلخانه که شما خارج از فصل میتونید محصول خارج از فصل رو کشتش کنی. پس وقتی محصول داخل گلخانه به شرایط ایدئال نرم 27 درجه سانتیگراد و رطوبت 80 الی 90 درجه هستش برداشت میشه، فیزیولوژی که بعد از برداشت محصول اتفاق میفته، یعنی یکی از اهمیت هایی که باید داده بشه همین فیزیولوژی که بعد از برداشت محصوله. ما باید قوانین فیزیولوژی که بعد از برداشت محصولمون رو بدونیم. یکیش همین
ایدئال کردن دمای استاندارد و رطوبت محصولمونه. وقتی بادمجان لامپی یا گلخانه ای از گلخونه چینده میشه با دمای 22 تا 27 درجه از شرایط مصنوعی خودش خارج میشه، تو مسیری که میخواد هم بشه و به سورتینگ شما بیاد، باید شرایط دمایی اگر تو این فصل زمستان باشه شوک سنگینی میزنه به محصول شما بزنه و این شوک خودش خسارت داست و بادمجون اولین واکنشی که نشون میده سطح پوستیش دچار رنگ قهوه‌ای میشه، یعنی آسیب دیدگی سرما زدگی ایجاد میشه براش و به ترتیب اتفاقهای بعدی براش رقم میخوره. پس ما فیزیولوژی که بعد از برداشتن هر محصول میتونه کمک کنه به بارندگاری محصول برای بسته‌بندی و صادرات اون محصول، میتونیم این علمو با مطالعه کتابها و منابع مختلف به دست بیاریم. بادمجون وقتی چینده میشه میاد به سردخونه، در شرایط ایدئال هم میشه و دماش تدریجی در پریکولینگ اولیه یا سردخونه اولیه قرار میگیره، بین 16 تا 22 ساعت در فصول مختلف سال باید مراحل شوک اولیهش اتفاق بیفته، یعنی به تدریج کاهش دما اتفاق بیفته و دمای 22 الی 27 درجه مذارت. دمای 22 الی 27 درجه ما به دمای 10 درجه الی 8 درجه کاهش پیدا کنه و رطوبت 80 الی 90 درجه ما به درجه 70 درجه حداقل برسه، یعنی کاهش رطوبت رو داشته باشیم. حالا ما وقتی بیرکولینگ اولیه اتفاق افتاد تو این فصلی که الان هستیم توی زمستان چه کار باید بکنیم؟ شرایط سردخانه ما 10 درجه است، یعنی نرم بین 8 تا 10 درجه انتخاب شده. وقتی میخواد از سردخانه ما بیاد بیرون و بسته‌بندی بشه، باید شرایط سالن سورت ما چجوری باشه؟ شما با هواسازها گرمایش رو ایجاد میکنید، شرایط تقریبا ایدئال 10 تا 12 درجه رو حداقل تو سالن خودتون داشته باشید که خدایی نکرده محصول دچار آسیب زدگی نه سرمازدگی نشه. اینا چیزهای نکته های ریزیه در صنعت بسته‌بندی که متاسفانه خیلی ها رعایت نمی کنن و خسارت های زیادی رو می بینن. محصول بادمجون محصول گرمانسیه، به یک ضرب نمیشه شوک دمایی بهش ایجاد کرد، باید تدریجی کاهشش داد. خیلی ها میگن ما محصول همینطوری صادرات میکنیم میفرستیم میره، آیا زمانمندیش رو در نظر گرفتیم؟ با شرایط صادراتی که کشور ما داره، با علافی و ترافیک هایی که تو مرزهای ما هست، آیا اون شرایط زمانی رو در نظر گرفتی؟ شاید اون محصول در کمترین زمان ممکن رسیده و پس از فروش دچار آفت شده باشه. اگر به طور دقیق بخوایم بدونیم، خیلی نادره که این اتفاق در شرایط خوب حتی بیفته و همه راضی باشن، مطمئنا خسارت وارد میشه. پس پریکولینگ اولیه اتفاق افتاد، دمای سالن در شرایط ایدئال بود، در سریع ترین زمان ممکن باید به صورت دیداری سورت و بسته‌بندی شه. ما باید توی دیداری برای چی میگیم سورت و بسته‌بندی بشه؟ و از این تشخیص ها با چشم هست، زائدگی ها، برآمدگی ها، یا خیلی با لوک، توسط دیدن لوک روی سطح کلاله یا کاسبرگ های محصولمون میتونیم آفات رو کنترل کنیم، یا کنه، یا خیلی از چیزهایی که میتونه محصول دچارش شده باشه رو کنترل کنیم و تو چرخه سورتمون قرار بدیم و همین کمک میکنه به اینکه محصولات دیگه‌مون آسیب نخوره با خارج کردن اینا از چرخه بسته‌بندیمون و اون محصول رو بسته‌بندی که لازمشه انجام بدیم در سریع ترین زمان ممکن در شرایط خودش پالت بندی بشه و در پریکولینگ ثانویه یا دومی انبارداری بشه. ما باید تعداد پالت هامون به 26 عدد پالت برسه، باید در کمترین زمان ممکن این اتفاق بیفته و محصول عمر کمتری رو هدر بده در سطح
پریکولینگ اولیه، سورت و بسته‌بندی و انبارداری و بارگیری برای کامیون ما برای صادرات. این باید در کمترین زمان ممکن بیفته، چون عمر کمی رو داریم در محصولات تازه خوری. پس فیزیولوژی که بعد از برداشت محصولات کشاورزی یکی از اهمیت‌های ویژه‌ای هست که باید بهش داده بشه، یه اهمیت ویژه باید داشته باشه برای بسته‌بندی ما. اگر درست رفتار نکنیم با محصولاتمون، مطمئناً خسارت‌های سنگینی رو می‌خوریم. حالا چه به صورت بروکری خریداری کرده باشید، چه به صورت تأمین کننده باشید، فرقی نمی‌کنه، شما همه دچار خسارت خواهید شد. پس رعایت استاندارد فیزیولوژی که بعد از برداشت کمک میکنه به یه محصول سلامت محور و صادرات محور داشتن. ما برای اینکه اگر بخوایم بعضی قبل از شروع این صحبت هم یه سو مطلبی رو گفتم که ما هر کاری کنیم دچار آلودگی محصولمون میشه، چجوری میخوایم مبارزه کنیم؟ ببینید، ذاتاً یک سری از محصولات دارای یک سری اسپورها، قاچها هستن که در شرایط مختلف سرمایی یا گرمایی یا هوایی از لحاظ ساختاری دچار بیماری میشن، فعال میشن اون آنزیم ها. ما برای اینکه اونا رو بتونیم مبارزه باهاشون بکنیم، مثلا در همین نمونه نادر محصول بادمجون که طبق حالا رهند کارمون همه مثال هامون بادمجان شده، برای اینکه مبارزه کنیم رو منبع بادمجون که کاسبر کلاله هستش، ما از محلول‌های ضد قارچ استفاده می‌کردند. این یکی از دغدغه‌های صنعت بسته‌بندی بود که خدایی نکرده اگر کشوری می‌خواست به این محصول گیر بده، اگر آزمایش می‌داد و آثار این محلول رو روی محصول می‌دید، می‌تونست خسارت سنگینی رو بزنه. ما از 3 سال پیش وقتی استانداردهای کاروبار جهانی FAO یا استاندارد سازمان استاندارد جهانی و تجارت جهانی مجاب کرد که تمام محصولات باید در راستای سلامت محور قرار بگیرن و امنیت غذایی مردم جهان جز اولویت ها قرار گرفت در این سازمان ها، ما هم مجاب به این شدیم که کنار شرکت های دانش بنیان قرار بگیریم برای جایگزین و استفاده محصول بروزتر. ما سراغ شرکت های دانش بنیان رفتیم و ازشون راهکار خواستیم که جایگزین این محلول ها از چی باید استفاده کنیم، چجوری میتونیم به جای استفاده از قارچوش ها هم کنترل کنیم این آفات و هم اینکه بتونیم محصول سلامت با امنیت غذایی بالا رو در اختیار مردم قرار بدیم. شرکت دانش بنیان ماناپاک آقای دکتر علی هدایتی با ارائه و پیشنهادات طرح‌های مختلفش محلول آنتی میکروبیال رو به ما معرفی کرد که به صورت کاملا خوراکی در اختیار ما قرار داد و قابل شربه، یعنی هیچ خطری از لحاظ غذایی هیچ کس رو تهدید نمی کنه این خطر. به خاطر همین ما وقتی در کنار این آزمایشات، آزمون و خطاها قرار گرفتیم، مشتاق شدیم و مصرانه به محصول خروجی آنتی میکروبیال در این شرکت دانش بنیان رسیدیم. به جای استفاده از قارچوش‌ها که استرس سنگینی رو برای صنعت بسته‌بندی داشت، اومدیم از محلول‌های آنتی میکروبیال استفاده کردیم در کنار نایلون‌هایی که از سیستم از شرایط نانویی استفاده میشن. ببینید، ما در نایلون‌ها انواع نانوها رو شنیدیم، ولی این یه نانو تکنولوژی هستش ولی با شرایط مختلف، کاملا ایرانی به نام منزی رو استفاده کردیم در نایلون ها، کاملا کنترل اتمسفر میکنه. و یا نایلون های آنتی باکتریال رو استفاده کردیم در صنعت بسته‌بندی. پس آنتی میکروبیال تکنولوژی جدید، آنتی باکتریال تکنولوژی جدید، منزی تکنولوژی جدید اومد در کنار صنعت بسته‌بندی ما قرار گیره. خیال ما رو برای ماندگاری محصول راحت تر کرد و با دغدغه کمتر شروع به بسته‌بندی کردیم. ما یه سری محصولات مختلف داشتیم که شرایط مختلفی داشت.
مثلا فلفل دلمه رنگی به خاطر اون شرایط تند. حالا فلفل ها انواع مختلف دارن، فلفل شمشیری یا فلفل کاپی، همه این فلفل ها به صورت شیرین و تند از خودشون گازهای شدید اتیلن رو استخراج میکنن. وقتی این گازها رو استخراج میکنن، هوا آلوده از این گازها بشه، به سرعت میتونه تأثیر گذار باشه در ماندگاری محصول و محصولات دیگری که هم زمان با این محصولات بارگیری شد. برای این کن تمام محصولات به جرأت نمیشه بگی، ولی خب کم و بیش دارن محصولات درصدی اتیلن آزاد میکنن، یا به صورت کم یا زیاد. ما برای اینکه بتونیم این درصد اتیلن رو کنترل کنیم، از ساشت ها، انواع ساشه ها گرانولی که توسط شرکت دانش بنیان ماناپاک، حالا بحث تبلیغات نشه، حقشونه، بچه های هم رشته های خودتونن، از همون فرصت هایی که براتون گفتم دغدغه شده تو صنعت کشاورزی زیستی استفاده کردن، این بچه ها تکنولوژی رو اووردن و کارآفرینی کردن و ایجاد شغل کردن. یه روزی هم مطمئن باشید از خروجی این عزیزانی که توی این وبینارم حتما حمایت خواهیم کرد، حتما دربارشون صحبت خواهیم کرد، چون کمک کردن، مطمئنا کمک خواهند کرد در تسهیل امر صادرات محصولات کشاورزی که میتونه یکی از ارزآورترین محصولات تولیدی کشور باشه و کمک کنه به معیشت کل مردم در دنیا، حالا هر جایی که سهم بازارش رو داشته باشیم. خب شرکت دانش بنیان اومد کنار ما و ساشه های گرانولی رو با جذب اتیلن بیشتر، ما یه سری ساشه ها داشتیم که وارداتی بودن از موادی مختلف، اکثرا آمریکایی بودن، به صورت پودری در اختیارمون قرار میگیره و تاثیر زیادی نداشت. وقتی شرکت دانش بنیان اومد و نیاز سنجی کرد و شرایط رو دید، یه شرایط بروزتر و جدیدتر رو در اختیار ما گذاشت و ما ساشت ها رو در بسته‌بندی هامون قرار داریم برای کمک به جذب اتیلن هامون. و یا برای صنعت پرتقال، همین شرکت دانش بنیان محلولی رو ارائه داد که برای اینکه بتونیم در شستشوی محصول و مبارزه با بعضی از آفات بدون اینکه سلامت و امنیت غذایی رو به خطر بندازه استفاده کنیم و کمک کرد در ماندگاری محصولمون بدون خطر غذایی و امنیت غذایی. این تاثیرگذاری شرکت‌های دانش بنیان در کنار علم و صنعت بسته‌بندی که به وفور امروز شرکت‌های مختلفی در کشور هستند که هر وقت ما اراده کنیم میتونیم ازشون استفاده کنیم و نیازهامونو بهشون اعلام کنیم و ازشون کمک بگیریم در صادرات و بسته‌بندی محصولات کشاورزیمون. ما باید شرایط حمل و نقل رو برای محصولاتمون حتما در نظر بگیریم. حمل و نقل یکی از تاثیرگذارترین شرایطی هستش که میتونه در عمر مفید محصول ما کمک کنه، در سریع تر رسیدن به بازارهای مختلف کمک ما کنه. ببینید بچه ها، ما تو کشورمون چالش های مختلف داریم، هزینه های سربار در تولیدمون بیش از اندازه است نسبت به شرایطی که در بازارها میخواییم برای رقابت داشته باشیم. به خاطر این هزینه تمام شده ما رو افزایش میده. ما باید نوع حمل و نقل رو که کمک کنه در کاهش هزینه هامون حتما انتخاب کنیم تو کشورمون. صنعت هوایی صنعت خیلی خوبیه و سریع ترین صنعتیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم در صادرات، ولی محصولات کشاورزی ما دارای حجمن. اکثرا 99% محصولات کشاورزی ما دارای حجمن و این حجم یعنی درست هواپیمای کارگو هست در دنیا و این حجم قابلیت جابجایی داره، اما در کشور ما این حجم یعنی هزینه بیش از اندازه، هزینه حمل و نقل هوایی برای محصولات کشاورزی برای رقابت در بازارهای مختلف
خیلی بالاست و این امکان رقابت رو از ما با سایر محصولاتی که تو بازارها دارن میگیره. به ناچار سراغ راه‌های آسان‌تر میریم. در اکثر نقاط دنیا و بازارهایی که میخوایم ورود کنیم، اگر راه دریایی باشه خیلی کمک میکنه، ولی در خیلی از محصولات برای راه دریایی مناسب نیست. پس سراغ راه زمینی میریم و راه زمینی خودش شرایط مختلفی رو ایجاد میکنه در صادرات محصولمون و بعضن بعضی موقعها ما رو با هزینه‌های گزافی روبرو میکنه که باید بسترهای صادراتی در کشور ما حتما تسهیل بشه و حتما زیرساختای حمل و نقل در کشور ما حتما باید ما امروز یه جلسه هم که بودیم نویدم میدم که این اتفاق داره در کشور میفته، حالا شاید امروز و فردا نباشه ولی در آینده میفته. برای شمایی که دارید آماده میشید برای امر صادرات حتما کمک کننده و شتاب دهنده خواهد بود این موضوع. ولی پس ما نوع انتخاب و مسیر صادراتیمون رو باید بر اساس شرایط ترانسپورتی که در اختیارمون هست حتما انتخاب کنیم. ما برای اینه که در محصولات کشاورزیمون چون از راه زمین اکثرا اتفاق میافتن، به جز بعضی از محصولات باقی مثل کیوی و سیب که از طریق دریا به کشورهای هندوستان یا کشورهای مختلف صادر میشن، از راه زمینی حالا به اروپا، اوراسیا، آسیای میانه یا شرقی این محصولات اون وقتی صادر میشن باید حتما تکنولوژی بسته‌بندی در کنارمون باشه تا بتونیم این زمانی که بیشتر صرف حمل و نقل و ترانسپورت کالامون میشه بتونه در نگهداری محصولمون بهمون کمک کنه. سلایق بسته‌بندی رو حتما پیشنهاد بدید و حتما پیشنهاد بگیرید، یعنی کمک کنید که مشتری بدونه که حق انتخاب بسته‌بندی ده. اگر میخواید مشتری مجاب به خریدتون بشه و علاقمند به خرید محصول شما بشه حتما بهش آفرهای مختلفی رو پیشنهاد بدید، حق انتخاب بهش بدید که تا وارد کشور وارد کننده اون مشتری با خیال راحت سراغ به شما بیاد و محصول انتخاب کنه و یعنی ترغیب بشه به انتخاب محصول. آقای مهندس تا اینجا اگر سوالی چیزی هستش من در خدمتم، اگر که نه ادامه موضوع بشه چون ساعت 1:10 شد بکنم 1:10 ما الو بله مهندس چند در خدمت شما هست، فکر کردم صحبتی داریم. دوستان اگر صحبتی هست که به صورت صدا میتونن مطرح کنن سوالشون رو، من صدا باز میکنم بفرمایید سوالتون رو، اگر نه که ادامه مطلب رو با مهندس داشته باشیم. اگر سوالی به این شکل به صورت چت هست به نظرم بهتر است بذارین آخر بار یا همین الان من صدای شما رو باز کنم، چون وقتی سوالات زیاد میشه این سوالات میره بالا و ممکنه تعدادی خونده نشه. ببینید من درباره یووی چون صحبت کردم بذارید جواب این عزیز رو بدم. بچه تو لایو ما هم هستش اون دستگاه یووی که ما چهارمین کشور دنیا هستیم که سازنده این دستگاه هستیم به همت جوانان ایرانی. ما استانداردهای انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای و سازمان غذا و دارو رو داریم. اون اشعه گاما یا اشعه یووی اینا دوزهای استانداردی دارن که بعد در اون شرایط استفاده بشه و خیالتون راحت باشه چون اثرگذاری رو محصول ندارن، پروتکل جهانی هم ندارن که در مقابلشون مخالفت یا ممانعتی وجود داشته باشه. بیشتر دربارش میتونید توی لایو ما آخرین پست ما مطالعه کنید و بررسیش کنید. این موضوعی بود که در رابطه اشعه یووی باید گفته شد. خب مهندس جان یکی از دوستان خواستن که اسم شرکت های معتبر بسته‌بندی رو بفهمین. اگر ببینید شرکت ها در متریال های مختلف تولید کننده متریال های مختلف بسته‌بندی، ببینید من خودم اگر بخوام حالا
چون عقل دارن نسبت همین بچه های دانشگاه شما هستن و خروجی های دانشگاه هستن، به حمایتشون بخوام صحبت کنم. ما تمام متریال صنعت بسته‌بندی من، متریال یعنی انواع ملزوماتی که لازمه برای بسته‌بندی من، از شرکت دانشبنیان ماناپاک، حالا تو پاورپوینت اسم شرکتشون و آدرسشون هست، حالا اینجا میتونید ببینید، کمک میکنه در هر نوع بسته‌بندی شما، حتی در هل، پسته و زعفران و پروتئینی میتونید کمک بگیرید از این شرکت. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین شرکت هایی که من حداقل باهاشون، خیلی شرکت های خوب، شرکت فیدار باز، شرکت های دانش بنیان خیلی خوبی هستن که میشه از تکنولوژیشون استفاده کرد. من شرکت ماناپاک رو انتخاب کردم برای اینکه چند سال در کنار هم تلاش کردیم و هر چیزی که ما سخت گرفتیم اونا برای ما تسهیلش کردن، آسانش کردن و روش مهندسی مصرف رو به ما ارائه دادن و کمک کردن در ماندگاری محصولمون بدون اینکه امنیت غذایی مردم به خطر بیفته. شرکت ماناپاک برای متریال بسته‌بندی، شرکت های کارتون سازی، شرکت آی حاکمزاده هستش که من حالا به اسم با ایشون کار میکنم، فوق‌العاده عمل کرده خوبی دارن. حالا من تو گروه میدم به شما تلفنشون و کسایی که بخوام کارتون بسازن. شرکت های سبد سازی هم شرکت های مختلفی هستن که سبد های مختلف. بچه ها در صنعت سبد سازی اگر میخواید برای کشورهای خیلی مهمی کار کنید، حتما مواد پتروشیمی که استفاده میکنید خالص و درجه یک باشه. هزینه یه مقدار گرونتر هست ولی با کیفیت تره و آبرومندتره. این مواد کهنه خودش اثرات مخربی رو تو بازار میذاره برای و وجهه بدی رو ایجاد میکنه در مقابل محصول ایرانی. پس خیلیه که ما چه نوع بسته‌بندی رو انتخاب کنیم برای صادرات توی صنعت بسته‌بندی. برای نفشی هم که خیلی از شرکت های مختلف های مهندس زیاده، یه وقتی بخوام به تک تک اس بیارم کلن یه وقتی میبینی حق دیگران ضایع میشه، ولی با یه سرچ کردن و یه خروجی عمل کرد اونا میشه به این دانش، به این رسید که کدوم شرکت بهتر عمل کنه. بله متشکرم مهندس رندی. یکی از دوستان دیگه فرمودن که آیا تکنولوژی اشعه یووی میتونه عوارض برای انسان داشته باشه؟ ببینید، گفتم بر اساس استاندارد و شرایطی که باید استفاده بشه نه، متاسفانه هنوز خوشبختانه هنوز گزارشی ازش نشده و استانداردهای جهانی در ما گفتم تو لایو توضیحات کامل هست توی پست اخیر ما که با تولید کنندش بچه های آی مهندس کرمیشون هستن، بچه های دانشگاه تهران هم هستن، کامل درباره این موضوع صحبت کردیم. حقه که از زبان خودشون بشنوید و به طور خیلی قوی تر دفاع کردن این موضوع، خیالتون راحت باشه. من الان روی PDF هم یه نمونه از این، ما یکی از روی گرجه فرنگی یکی از مشکلاتی که داشتیم توسط همین، حالا من اینجا شما این گوشه سمت چپ پایین تو تصویر میبینید که اشعه یووی آبی رنگ و گوجه فرنگی ها قرار گرفته بشه داخل اون دستگاه و ما 35 روز در شرایط ایدئال کمک کرد به ماندگاری گوجه فرنگی بدون اینکه آثار مخربی چه برای امنیت غذایی چه برای خود محصول داشته باشه. ما از این تکنولوژی 4 ساله داریم تحقیقات این بچه ها میکنن تو سردخونه ما و من کاملا شاهدم که چقدر تلاش کردن، زحمت کشیدن برای اینکه همه استانداردهای لازم رو پاس کنه و با خیال راحت هم ازشون دفاع میکنم. خیالتون راحت باشه این استاندارد حتی انرژی هسته‌ای هم روش، انرژی اتمی هم روش نظر داشته و استانداردش کاملا قانونی و بدون آسیبه. من در خدمتم.
فردی نه، فله ای، من اشتباه شد، حالا اگر موضوع این بود، صادرات فله ای، فله ای یعنی به صورت بالک فروختن. ما اگر میخوایم اونطوری فروش نشه باشیم، حتما باید صنعت بسته‌بندی رو تقویت کنیم. و اگر صنعت بسته‌بندی، بچه صادرات فله ای یعنی خاموش شدن چراغ کارخونه ها و صنایع بسته‌بندی ما. ما با فراوری و بسته‌بندی محصولات تولیدیمون میتونیم کمک کنیم به معیشت خیلی از آدم ها، با ایجاد شغلی که براشون میکنیم و روشن نگه داشتن خیلی از صنایع در داخل کشور و از بین بردن فرصت های آدم های سودجو در اون ور آبها و مرز هامون برای ایجاد اشتغال. البته اونا همه ما بنده های خدا هستیم، ولی اونا راه های بهتری برای اشتغال میتونن پیدا کنن. حق این مردم سرزمین بسته‌بندی یعنی اشتغال، یعنی روشن نگه داشتن چراغ تولید، چون هم در مصرف داخلی هم کمک میکنه درصد ضایعاتی که ما سالیانه خیلی بیش از حد استاندارد ضایعات محصولات کشاورزی به خاطر عدم بسته‌بندی استاندارد داریم و جلوگیری کنه و این سرمایه از بین نره. پس بسته‌بندی به صورت فله، اگر صادرات یا فروش به صورت فله باشه، ما میگیم ممنوع، حتما یا فراوری شده یا بسته‌بندی شده باید به دست مصرف کننده از مبدأ که کشور تولید کننده خودمون هست انتخاب بشه و بسته‌بندی بشه و صادرات بشه. این ما به جد روی این موضوع ایستادیم و دفاع هم میکنیم. اگر بگم ما تکنولوژی نداریم، میگیم داریم. بچه ها ما با صنعت بسته‌بندی، یه توضیحی رو بدم اینجا، ما با صنعت بسته‌بندی خیلی کارهای بزرگ میتونیم میکنیم. یه وقتی مثلا به عنوان مثال یه کشور اروپایی یه بازاری داره مثلا در پاکستان در حوزه خلیج، بهترین گلوگاهی که برای صادرات محصولاتش داره ایرانه. خب ایران با شرایط تحریمی که داره، من صادرکننده نمیتونم از یه کشور اروپایی به راحتی بیام وارد معامله و صادرات محصولش بشم به کشورهای، حالا یا اگر به صورت فرانشیب یا گذری هم میخواد، چه هزینه ها به قدر سنگینه، اون شرکت اروپایی عملا ترجیح میده تو اون بازار نباشه. ولی اگر شرایط بسته‌بندی در کشور تقویت باشه، شرکت اروپایی میاد با شما قرارداد میبنده، وارد قرارداد میشه، میگه من محصول رو برای شما میفرستم، شما در کشور خودتون با این استانداردی که داری بسته‌بندی کن و به کشور پاکستان یا حوزه خلیج صادرش کن. هم قیمت تمام شده اون تولید کننده اروپایی کاهش پیدا میکنه، هم مصرف کننده نهایی کمترین قیمت رو محصول به دستش میرسه و همین که یه اشتغالی داخل کشور ایجاد شده به خاطر اینکه ما توانایی بسته‌بندی مدرن و اقتصادی رو داریم. این مزیت‌های بسته‌بندیه که میتونه شغل‌های مختلفی رو به گردش در بیاره. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. من یه موضوع دیگه که برای خدمتتون بگم، ما توی بسته‌بندی فکر میکنیم برای بازار نهایی باید بسته‌بندی داشته باشیم. آقای مهندس، ما برای اینکه خسارت‌های ناشی از رعایت نکردن اصول حمل و نقل محصول از زمان برداشت تا محل بسته‌بندیمون رعایت نمیشه، خودش بعضا خسارت‌های سنگینی رو میزنه و خیلی از محصولات هدر رفت میشه و دورریز میشه. برای اینکه جلوگیری از اونا کنیم، باید حتما از بسته‌بندی استاندارد به صورت، حالا ما به عنوان باکس های حمال یا حمل کننده، از اینجا حالا توضیح بیشتری بهش داده شده، از محل تولید تا محل بسته‌بندی ارائه بدیم. شما محصولات میبینید از شرایط مختلفی که دارید، تو ظروف مختلف میبینید که استانداردهای خودش رو داره، حالا زیاد چیز خاصی هم نیست، بنا به محصول میشه این ظروف رو انتخاب کرد و برای ظرفیت حمل و نقلش از محل تولید تا سورتینگ انتخابش کرد. این محصول
اگر در این شرایط این محصولاتی که الان دارید تو تصویر می‌بینید همشون شرایطی هستن که از گلخانه برداشت شدن یا زمین زرایی برداشت شدن تا محل سورتینگ یا بسته‌بندی هم شدن، این باعث از بین رفتن خسارت احتمالی از عدم نداشتن شرایط استاندارد حمل و نقل برای بسته‌بندی میتونه جلوگیری کنه و کلی سوددهی داشته باشه. پس بسته‌بندی مصرف کننده نهایی نیست، از زمانی که محصول این نعمت الهی توسط تولید کننده تولید شد تا زمانی که به مصرف کننده نهایی که مصرفش خواهد کرد نیازمند به شرایط بسته‌بندیه و ارسال و حمل و نقلشه. ما در بسته‌بندی میتونیم خیلی کمک کنیم با شرایط استاندارد در حمل و نقل و ترانسپورت اون به سورتینگ میتونیم جلوگیری کنیم از هدر رفت خیلی از محصولات کشاورزی. ما یکی از چیزهایی که خیلی مهمه های مهندس بعد بگیم، خیلی از دوستان تو بحث زعفران یا محصولات دیگه ای کار میکنن. ما در ایران اینطوری میخوام بگم تکنولوژی داریم که میتونیم عطر، طعم و تراوت محصول رو برای چندین سال حفظ کنیم. اینو به جرأت میتونم بگم، شما یه هل داخل یه این بسته‌بندی که اینم بازم شرکت ماناپاک در اختیار ما گذاشت، شما بعد از 3 سال نمونهاشو میتونید برید تست کنید در ظروفی که قرار داد یا نایلونی که قرار داد، ما همون عطر و همون طعم و همون کیفیت رو بعد از 3 سال دوباره مشاهده کردیم. سمپل هایی هستش که میتونید درخواست کنید ازشون براتون ارائه بدن در صنعت حبوبات، در صنعت بسته‌بندی شیرینیجات، در صنعت بسته‌بندی سبزیجات ما خیلی میتونیم کمک کنیم. ما برای کرم بروکلی داخل کشور هنوز با برف یخ، یعنی به صورت پود شده، یخ پود شده و کاوچو ارسال میشه، ولی میشه از این شرکت های دانش بنیان کمک گرفت و اونو به راحت‌ترین روش ممکن صادراتش کرد. به طور مثال ما در صادرات کاهو به کشورهای مختلف اولین اتفاقی که میفته اون شیرابه به خاطر اون عناصری که داره ته کاهو وقتی تمیز میشه زده میشه اضافه شروع به زنگ زدگی میکنه. تو منازلم دیدید این اتفاق ته کاهو میفته و این خواب خوشایند نیست در صنعت صادرات و مشتری معمولا محصول رو نمیپسنده برای خرید. و برای اینکه از این مشکل برون رفت داشته باشیم، آقای مهندس سراغ، حالا نمونهش اینجا نیست من نشون بدم، ما سراغ همین شرکت دانش بنیان ماناپاک رفتیم. چرا میگم؟ چون گستره و پهنای دیدش بازه و خدا رو شکر متخصصین مختلفی رو در کنار خودش قرار داده، تو صنعت کشاورزی داره کمک میکنه. ما از محلولی که بهمون پرزنت کرد استفاده کردیم و کمک کرد به ماندگاری کاهو بدونه که امنیت غذایی رو به خطر بندازه و سلامت محصول رو به خطر بندازه، جلوگیری کرد از زنگاوهی که ته کاهو یا قرمز شدنش که مشتری رو ناراضی میکرد از خریدش و علاقهی به خریدش داشت. این کمک به سزایی بود که شرکت دانش بنیان ماناپاک کرد. ما تو علم بسته‌بندی محصولات چیزی در دنیا عقب نیستیم. ما هر چیزی رو که بخوایم اراده کنیم تولید میکنیم، فقط کافیه که ازشون بخوایم، از این عزیزان تحصیل کردمون بخوایم که نیازمون چیه، حتما در کنارمون قرار میگیرن و کمکمون میکنن. ما برای گیلاس یه موزلی رو داریم آقای مهندس، ساقه گیلاس تا زمانی که سبز باشه، حتی خود میوه اگر کیفیت خودش رو داشته باشه، اگر ساقش سیاه شده باشه، مشتری اجتناب میکنه از خرید اون محصول، به خاطر اینکه اون احساس پیری و فرسودگی محصول رو به مشتری میده و مشتری علاقه به خریدش نداره، میگه این محصول مونده است. خب ما باید چی کار کنیم که با این شرایطی که در صادرات هست، با این زیرساخت‌های پیچیده‌ای که در صادرات و متأسفانه سنگ‌اندازی‌هایی که توسط رقبا میشه در صنعت صادرات کشور، ما میخواییم محصول گیلاسی که در یه بازه زمانی خیلی کمی، شاید 1 ماه 2 ماه در
صادرات از این که از این شهر تا اون شهرمون طول بکشه، با سهم بسزایی در بازارهای خارجی داشته باشه. باز سراغ همین شرکت دانش بنیان رفتیم و محلولی رو به ما داد و روش بسته‌بندی رو به ما داد که به ادعای خودشون و ثابت شده ما تقریبا بین 80 تا 100 روز عمر ساقه گیلاس افزایش پیدا کرد و خودش یه انقلابی بود در صنعت بسته‌بندی و خیلی جاها به فریاد تولید کننده و بسته‌بندی کننده میتونه برسه این محصول. حتما برید مطالعه کنید این شرکت رو. این شرکت خیلی واقعا داره پرتلاش و پرتوان تلاش میکنه. شرکت های دیگه هم هستن، شرکت فیدار پارس هم هستن، دارن فعالیت میکنن. شما در مصرف خانگی حتی نایلون های فریزری که ما برای بسته‌بندی محصولات یخچالی خودمون به صورت حالا میوه‌جات و سبزیجات و پروتئینی داریم استفاده میکنیم، میتونید از کیسه فریزهای فیدر پارس انتخاب کنید به صورت بالک، بسته های کوچیک کوچیک در ابعاد خانگی. همین شرکت ماناپاک هم این نمونه ها رو داره، میتونید استفاده کنید و ببینید که چقدر میتونید محصولتون رو تازه نگه دارید بدون دردسر، عمر بیشتری داشته باشن در مصرف خانگیتون. بسته بندی ما از لحاظ تکنولوژی آقای مهندس هیچی از دنیا عقب نیستیم، پر با ادعا میگم جلوتر هستیم که عقبتر نیستیم. آقای مهندس من در خدمت. سپاسگزارم مهندس جان مجددا. به نظر من اگر موافق هستیم باز ادامه ارائه شما رو داشته باشیم اگر صلاح میدونین، و حال ببینیم چه میزان وقت اضافه میاریم. بعد اگر دوستان سوالی داشتن یکی دو نفر رو سوالاتشون رو میشنویم. آقای مهندس من چقدر وقت دارم در کل؟ ما هرچی شما بفرمایید در خدمتتون هستیم. هیچ محدودیتی وجود نداره. درسته. ولی خب برای اینکه مدیریتی صورت بگیره، چون بچه‌ها خب تعداد سوالات زیاد هست و خب من اگر موافق باشید باز مثل همون دفعه من سوالات رو در اختیارتون میذارم، یا میتونید اینجا جواب بدین یا میتونید داخل گروه باشه، هر طور صلاح میدونید. خب آقای مهندس ما ببینید بسته‌بندی چه ما می‌خوایم تو بخش کشاورزی میتونه برای کشاورز یه درآمدزایی داشته باشه و کمک کنه ارزش افزودش در ما. حالا برای بازارهای داخلی اگر بسته‌بندی درست انتخاب کنیم، کشاورز به سبک سنتی خودش بسته‌بندی میکرده. من به اون کشاورزایی میگم که حتما فرزندانشون تو این کارگاه تشریف دارن، برن برای نمونه چند یه تعداد از محصولاتی که حالا پدر بزرگ، پدر یا اقوامشون تولید کردن و با یه سبک بسته‌بندی جدید خیلی ساده بدون دردسر یه الگو بگیرن از جامعه، اون بسته‌بندی کنه و ببره به بازارش ارائه بده. مطمئن باشید ارزش افزوده‌ای برای کشاورز خلق میکنه که اصلا شما از همونجا آگاهی و یعنی توجیه اقتصادی تولید کشاورزی رو به کشاورزتون میدید که میتونه با بسته‌بندی استاندارد درآمد بهتری داشته باشه. پس بسته‌بندی میتونه کمک کنه در معیشت کشاورز که از سهم بسزایی از این بازار در یعنی به زحماتش به دوش این کشاورز و حقش هم هست که از کنار بسته‌بندی هم سودی بهتر ببره. پس بسته‌بندی در درآمد کشاورزی هم میتونه تاثیرگذار باشه. به وفور هم اینو میبینیم، خیلی از گلخانه‌دارای ما هستن که محصولات تولیدی داخل کشوری خودشون هم با یه روش‌های مختلفی بسته‌بندی کردن و وقتی به بازار بردن اول ممانعت شده. من خودم یادمه برای اولین بار آقای مهندس وقتی شروع کار بود کاهو بس به صورت بسته‌بندی شده سبد شده خیلی شکیل به یه سری هایپر میوه ها بردم و اولین هایپر میوه به من برگشت که آقا تو رو خدا این بسته‌بندی رو ببر، تو سطح توقع مصرف کننده رو میبری بالا. و ایشون نگرفت و همسایه ایشون گرفت، پذیرفت، گذاشت تو ویترین مغازش و از فردای اون روز
درخواست ایشون، حالا من چون برای صادرات میزدم نمیتونستم جواب بدم، ولی خب به خیلی از دوستان و کشاورزان معرفیش کردم و هنوزه که هنوزه کاهو رو در اون شرایط پاک شده، تمیز و بسته‌بندی شده داره به بهترین قیمت از کشاورزش میخره و کشاورزش هم راضی از این کار. پس تاثیرگذاری بسته‌بندی هم در بازار داخل و هم امنیت صادراتی خوبی رو میتونه رقم بذاره. آقای مهندس، بسته‌بندی رو دست کم نگیریم. بسته‌بندی یه صنعت بسیار بزرگ و شکوفا میتونه باشه در علم، در کنار تولید و کمک کنه به تولید. یه دوستمون یه سوالی کرده که برای زرش که آب ازش، حالا بذار من سوالش رو فکر کنم برای. بله، با شرکت آقای دکتر علی هدایتی ماناپاک حتما صحبت کنیم، بسته‌بندی مخصوص شما رو ارائه میدم، بدون دغدغه خاطر محصولتون رو بسته‌بندی کنید و به بازارتون معرفیش کنید. مبحث دیگه ای که آقای مهندس، من فکر کنم همه مباحث رو گفتم، بهتره بریم سراغ سوالات دوستان. چون آی مهندس صدامو داری؟ بله مهندس جان، باشه چشم، من ببینم، نگاه کنم ببینم دوستان از کجا من سوالاشون رو نخوندم خدمتتون عرض کنم. خب یکی از دوستان مهندس جان گفتن که آیا از دستگاه عضوندهی میشه برای ضد عفونی استفاده کرد؟ در بعضی محصولات استفاده میشه ولی ما نه، رایج نیست. آقای مهندس، عضوندهی شرایط خودش رو داره که تو بحث استانداردهای جهانی همه جا تعریف شده نیست. خیلی جاها مخالفت میکنن با این موضوع، باید شرایط استاندارد. بچه‌ها من یه موضوعی رو، آقای مهندس بذارید من توی بحث سلامت محور، چون دسته‌بندی هم هست در کنارش، دارم میگم. بچه ها، استانداردهای جهانی، اگر قرار بازار جدیدی رو تو صادرات انتخاب کنید، با یه سرچ کردن استاندارد اون کشور ببینید، ما یه سری استانداردها داریم بین المللی، هر دو سال یک بار آپدیت میشه، به روز رسانی میشه، ولی یه سری استانداردها خود کشورهای وارد کننده دادن که حتما باید اون استانداردها رو بدونید چالش های صادراتیتون نشین. کشورهای اروپایی سختگیرانه ترین استانداردهای بهداشتی و غذایی رو دارن در دنیا. پس دونستن این استانداردها میتونه کمک کنه آقای مهندس به شرایط تسهیل شرایط صادراتیشون و اینکه امنیت ماندگاریشون در اون بازارها. آقای مهندس در خدمت. بله مهندس جان، یک سوال دیگه که شما فرمودین، گفتن که برای بسته‌بندی زرش که دانه‌های آبداری داره، گفتم خدمتشون جوابشون رو دادم. ببخشید، بعد خدمتتون عرض کنم. دوستان فرمودن آیا در حال حاضر بسته‌بندی های با مواد تجزیه پذیر هم در صادرات داریم، چه در ایران؟ بله، ما همین الان، خب ظروف سلولوزی که من الان نمونه شو میارم جای مهندس در توت فرنگی استفاده، ما آلای مهندس، من اینجا توت فرنگی رو دارید میبینید، ظروفی که دارید میبینید آقای مهندس تجزیه پذیرم در صنعت بسته‌بندی. ما حتی نایلون های مانزی آقای مهندس، ما انشالله در توسعه و پیشرفت، میگم ما چون تیم ما شرکت دانشمندی ها و از خودمون میدونیم شرکت ماناپاک و این جسارت رو میکنیم و جز خودمون حسابشون میکنیم، میگم که ما برای تجزیه پذیری نایلون هامون این قدرت قابلیت رو در آینده برای برگشت پذیری نایلون ها داریم در چرخه صنعت استفاده کنیم و این شرایط، چون میدونیم که نایلون خودش پلاستیک چه آثار مخربی در بخش زیست محیطی ما داره، به خاطر اون فکر شده همین نایلون هایی که خدمتتون صحبت کردم، نایلون مازی برگشت پذیره و در صنعت قابل استفاده به خاطر ترکیبات آنالیزی که ترکیبات و عناصری که درش استفاده شده، این قابلیت برگشت رو داره، نه به صورت زایات بلکه به صورت صنعتی
ما در مهمترین صنعت میشه ازش استفاده کرد. این خاصیت این نایلون هاست. ظروف سلولوزیمون هم که دارید ملاحظه میکنید، اینا شرایط برگشت پذیری خیلی خوبی رو دارن نسبت به طبیعت. ما سعی کردیم آقای مهندس در بهترین شرایط کمترین آلودگی زیست محیطی رو داشته باشیم توسط این محصولاتی که داریم تولیدش. بسیار عالی. دوست دیگری فرمودن مهندس جان که برای گیاهان دارویی هم بسته‌بندی های مدرن داریم. بله، همون بسته‌بندی که خدمت رو عرض کردم برای ادویه‌جات، حبوبات و خوشبار عطری مثل هل و خیلی از گیاهان دارویی که باید در شرایط استاندارد خودش بسته‌بندی بشه میتونن از این شرکت بخوان و حتما در اختیار شما قرار خواهد داد. پهنای تولیدی این شرکت ماشاءالله اینقدر باز و بزرگه که حتی در صنعت غلات من نمونه هاش حالا روی پاورپوینت اگر روی PDF هم اگر باشه نشون میدم خدمت شما، در سوهان، در صنعت نان، زعفران و خیلی اینجا غلات و حتی سوهان بسته‌بندی شده یا گز میتونه کمک کنه در ماندگاری محصول. آقای مهندس، ما آنتی باکتریال یه مایعی که حالا به صورت اگر مایع بخوای حسابش کنی یا محفظه نانویی بخوای حسابش کنی، یه سطح نانویی حسابش کنی، به خوروندنش به کاغذ خیلی سخته. یعنی اگر شما بخوای ادعای اینو بکنید که کاغذ آنتی باکتریال داری، شاید این خیلی سخت اتفاق بیفته که مگه میشه کاغذ آنتی باکتریال کرد به خاطر شرایط تولیدش. اما این ادعا رو تو این شرکت داریم که ما امروز در صنعت بسته‌بندیمون برای خیلی از محصولاتمون آی مندس از کاغذهای آنتی باکتریال استفاده کردیم که اگر نمونش باشه حتما خدمتتون نشون میدم و اگر نباشه تو پاورپوینت حتما ارائهش دادیم اونجا خدمتتون میدم. ما کاغذهای آنتی باکتریال هم داریم که میتونه کمک کنه به جذب بار میکروبی محصول، خدای نکرده اگه محصول دچار آفت بشه و در ماندگاری محصول کمک کنه. ما در صنعت کاغذ هم تونستیم به صورت آنتی باکتریال تولیدش کنیم توسط شرکت ماناپاک و خدا رو شکر این غیر ممکن ها همه ممکن شده در کشور ما. و هر محصول جدیدی هم که باشه حتما روش فکر میکنم و براشون تکنولوژی رو ارائه خواهم داد. دائما هست. بسیار خوشحال کننده است مهندس جان، انشاءالله که این رویه همچنان ادامه داشته باشه. من چند تا سوال دیگه خدمتتون بپرسم یا خسته شدیم؟ من آقای مهندس، من بذار یه چیزی بگم. من دیروز صبح از خواب ساعت 5 صبح بیدار شدم، الان که روبروی شما نشستم شاید به جرأت نیم ساعت خوابیدم. یعنی نیم ساعت اونم بعد از نماز صبح نیم ساعت خوابیدم، دوباره رفتم تو مسیر و جلساتم و الان هم در خدمت شما، ولی خسته نیستم، خیالتون راحت باشه، این جزء رسالت کاری ما، ما در خدمتیم. یه عزیز کاور رو باید در دستگاه محفظه وکیوم بیرونش کرد به خاطر حفظ و کاهش رطوبت کاهو اگر این اتفاق بیفته. بله، تو ایران هم این تکنولوژی هست، خیلی از شرکت ها کاور رو وکیوم میکنن و تو صادرات میتونه کمک کنه، آثار مخربی نداره. من در خدمت هم آقای مهندس، این جلو چشام بود این سوال، خیلی وقت من گفتم جواب بعد دوستان. خب برای بنه بنه، حالا من اشتباه نگم مهندس جان، بنه زعفران بسته بندی هست گفتن دوستان. برای فکر کنم کرم زعفران رو منظورشون هست، برای کرم زعفران، پیاز زعفران، آره حالا میگن همه اسمی استفاده میکنن، گفتن که آیا بسته‌بندی هست؟ بله آقای مهندس، همین بسته. من حالا اگه سوالش رو ببینم متوجه میشم. خب این انتها هم حبلت نه، احتمالا همین پیاز منظورشون هست، پیاز زعفران. برای بنه زعفران بسته‌بندی. ببینید، ما در دسته‌بندی سبزیجات و تره‌بار به جرأت میتونم بگم تکمیلیم در ایران. ما یعنی شرکت های ایرانی، های مهندس، حالا
معطوف نشه. یعنی شما سراغ ما خدا رو شکر شرکت های شتاب دهنده و شرکت های دانش بنیانی داریم، غیر ممکنه ها رو ممکن کردن برای ما و هر چیزی که خواستیم. آقای مهندس، ما دغدغه‌های زیادی رو در صنعت بسته‌بندی داشتیم در کشاورزی. بذارید یه چیزی، یه سوال خوبی کرده بود که ما با چجوری میتونیم مشتریمون رو مشاوره بدیم یا مجاب کنیم به خرید محصول. آقای مهندس، وقتی تکنولوژی اومد کنار بسته‌بندی من، خود مشتری وقتی یک بار مصرفش کرد، منو به عنوان یه آدم پیشرو در علم بسته‌بندی محصولات کشاورزی، حالا تعداد کم ولی شناختن، این کمک کرد. من تا به امروزی که دارم با شما صحبت میکنم به جرئت میتونم بگم هیچ وقت دنبال مشتری نبودم، مشتری دنبال بسته‌بندی من بود به خاطر کیفیت و روش استاندارد بسته‌بندی که داشتم. حالا خدا رو شکر تا به این لحظه اینم مدیون، اینم بگم خدمتون، این عمل کرده منم مدیون همین دانش شرکت ها و بچه های ایران بوده. یعنی باور کردم که در کنار علم من میتونم توسعه و پیشرفت داشته باشم. ما همون فاصله ای که در کشاورزی زیستی گفتم، باید صنعت و دانشگاه در کنار هم فاصله شون کم بشه و قرار بگیرن تا بزرگترین اتفاقهای غیر ممکن رو ممکن کنیم و به نتایج خوبی در بازارهای جهانی و صادراتی و کاری داخلیمون برسیم. شون این غیر ممکن نیست، فقط کافیه که تلاش کنیم و حتما بهش برسیم. بچه ها، یکی از راه‌های بسته‌بندی هم محصولات به صورت خشکباره. ببینید، ما بادمجون همیشه به صورت تازه خوری صادرش میکنیم. بازارهایی هستن در جهان حتی بادمجون درسته به مذاق و ذائقه ما اصلا نمیاد، چون هزینه تمام شدش هم گران است، ولی در خیلی از کشورها فلفل پاپریکا و خیلی از خشبار از محصولات کشاورزی رقم میخوره رو مصرف میکنن. فقط کافیه علم بازاریابیش رو داشته باشی. اگر علم بازاریابی داشته باشی، شما بر اساس سلیقه، من یه خاطره ای مهندس به شما بگم، یکی از دوستان ما در آلمان به اشتباه محلی که توی رستوران باید میرفت مثلا برای شستن دستهاش، وارد رستوران اون آشپزخونه اون رستوران میشه و وقتی وارد میشه با سرآشپز که روبرو میشه آدرس سرویس رو میگیره، میبینه روی یخچال‌ها دانه‌های هویج داخل بسته‌های فریز شده نیم کیلویی یا یک کیلویی قرار دارن. ازشون میپرسه چرا اینطوریه، میگه رستوران‌ها و به خاطر شرایطی که تو کشور هست همیشه امکان داشتن هویج رو ندارن، به خاطر همین این هویج‌ها به صورت حباب شده ریز، حالا به اشکال مختلف، به صورت مکعب‌های ریز فریز میشه و ما در مدت طولانی میتونیم داشته باشیم و برای طبخ غذا ازشون استفاده کنیم. این میگه از کجا میاد؟ آیا شما من داشته باشم میخریم؟ حالا با هوش و ذکاوتی که داشته میگه بله ما میخریم. کی میاره اینا رو؟ فلان شرکت. میره سراغ فلان شرکت و با اون شرکت صحبت میکنیم. چند سال پیش این اتفاق میفته و میاد در ایران هویج هایی که زیر سورت هستن، ما میگیم پس سورت های صادراتی رو میخره و با یه دستگاه های خردکن شستشوش رو انجام میده و خرد میکنه و بسته‌بندی و فریز میکنه، اولین محمولش رو میفرسته و به جرأت ایشون یکی از پولدارترین. ما همیشه توی لاکچری ها دنبال پول میگشتیم و ایشون از ضایعات محصولات کشاورزی ما یکی از ثروتمندترین دوستان گل دوستان ما شد. البته این خاطره توسط یکی از دوستان من نقش شد و من به خاطر اینکه دیگه راحت تر بیانش کنم اینطوری گفتم دوستان ما، و الان ایشون در این سند موفق هستن. چرا که نه، ما میتونیم از پسورد و ضایعات خیلی از محصولات کشاورزی که تو سردخونه و سورتینگ ها به وجود میان، میتونیم تو علم و صنعت میتونیم ازشون بهره کافی رو ببریم در صادرات. مثلا خیلی از شرکت هایی که بسته‌بندی سالاد میکنن
هزینه سنگینی رو بدن کاهو رو پاک کنن. خیلی کار ما بعضی کاهوها علاوه سایزی یا اوورسایز یا کوچیکه، امکان صادرات نداره، میان اینجا کاهو پاک شده و تمیز رو انتخاب میکنه مأمور خریدش. البته این اتفاق ما چون الان دیگه کاهو رو جای دیگه انجام میدیم، معمولا همونجا میرن کاهو رو میخرن و میرن، خیلی پاک شده و تمیز، دردسر اضافه هم ندارن، سالاد کاهو درست میکنن، تو رستوران ها پخش میکنن و از پس سورت های کشاورزی هم حتی میشه خلق ثروت کرد و بازاریابی جهانی کرد. یادتون باشه ما بازارهای مختلفی در صادرات داریم، درجه 1، درجه 2، درجه 3. بچه ها پول جایی است که حواس مردم نیست. ما اگر برای تمام سلایق مردم دنیا محصول داشته باشیم موفقیم. ما باید بازارها رو وقتی ورود میکنیم بهش، سلایق مصرف رو در سبک زندگی و مردم حتما درکش کنیم و اینکه شرایط خرید مردم رو محصول داشته باشیم. همه مردم که قوی نیستن، غنی که نیستن، هستن آدم های ضعیفی در جوامع مختلف که ما با یه استاندارد بسته‌بندی خوب و یه محصول درجه 2 یا درجه 3 میتونیم اون بازار هم داشتیم. بعضا اون بازارها چون قیمت تمام شده شون داخل کشور ما خیلی پایین تره، سود بهتری هم میده. پس همیشه ما روز درجه 1 ها نباید حساب کنیم. بعضی موقع سود جایی هست که حواس مردم نیست. تو همون پسورد ها سود های کلانی هست، چون هزینه تمام شده فوق‌العاده کم میکنه و کم هست و متفاوته. این نگاه رو هم اگر تو بسته‌بندی و انتخاب بازار داشته باشیم، کمک ما میکنه در پیشرفت و توسعه کار رو. در خدمت هم این بس. بله. ببینید این سوال یکی از دوستانم کرده بودن در همون سوالای قبلی که پرسیده بودن، ما چی بکاریم، چجوری بکنیم. ما دیشب کنار یکی از دوستان جلسه بودیم، ایشون میخواست تو منطقهشون کشت جدید انجام بده. اولین کاری که میکنیم، من جواب اون سوال هفته گذشته رو بدم، اقلیم منطقه رو بشناسیم، شرایط استاندارد بذر رو اگه کارشناس منطقه که حتما وجود داره اونجا اقلیم رو بخواین، چه بذرها و چه نوع واریته هایی میتونن تو منطقه ما رشد کنن، تولید داشته باشن و چه نهادهایی باید در کنارشون قرار بگیره برای اینکه اینا رشد خوبی و تولید خوبی رو به ما بدن. یه مطالعه میدانی کنیم، میتونیم محصول خوب رو انتخاب کنیم. توسط کشاورزان عزیزی که سالیان سال زحمت کشیدن، میشه ظرفیت های منطقه رو شناخت، چه محصولات قدیم کش میشده حالا منسوخ شده، چه محصولاتی شرایط بهتری داره. و ما با تکنولوژی و مدرن کردن، ما اکثرا در کشاورزیمون در خیلی از مناطقمون بذرهای مادر یا همون بذرگیری از خود محصول اتفاق میفته. البته امروزه دیگه اکثر بذرها بروز شده، بذرهایی که استفاده میکنن خیلی شرکتی هستن خیلی هاشون. بله، باید انتخاب دقیق برای اقلیم خودمون داشته باشیم، یعنی و واریته‌ای که انتخاب میکنیم برای کش حتما تو شرایط اقلیمی و سازگار آب و هوایی ما همخوانی داشته باشه تا محصول با کیفیت داشته باشه. اگر غیر از این باشه، مثلا به عنوان مثال گوجه 8320 یک کد بذر گوجه فرنگیه، مثلا در تاکستان قزوین، پارساواد مغان و یا شیراز، بوشهر شیراز خیلی خوب جواب میده، کشتش عالیه، محصول خیلی خوبی هم میده. ما در ورامین 8320 رو بکاریم، فصل گوجه کاریمون تموم شده و اون آرندی که باید داشته باشه رو نداره. پس جاش چی میکنیم؟ ما اینجا اکثرا یا بذرهای سوپر شف یا متین میکنیم. ورامین مثلا اکثر گوجهش یا متینه یا سوپر شفته که داره کش میشه. پس هر انتخاب واریته
مناسب هر اقلیمی نیست. حتما باید اون واریته مطالعه شده اون منطقه باشه، با کمک کارشناسان میشه اینو به دست بیاری، یا اینکه آزمون رو خطا کنی، یه مقدار از سطح زمین رو درگیر انواع مختلف واریته های جدید بکنی که انتخاب درست انجام بدی، در شرایط مکتوب یادداشت کنی زمان کشت، نوع نهاده و نوع تغذیه که به محصول میدی، تا خروجی اونو اهم و مهم کنید و با تحلیل کردنشون به یه واریته استاندارد برای نوع کشت بکنید. یه سوالشون هم این بود که برای چه بازارها، بچه محصولاتی رو انتخاب کنید در شرایطی که اگر بازار صادراتیتون نبود شما اون محصول رو تو بازار خودتون بتونید به فروش برسونید. حتما برای کشاورزی هر وقت میخواین توسعه کشاورزی مدرن و اقتصادی رو در نظر بگیرید، حتما باید به فکر معیشت کشاورز باشید، یعنی کشاورزی معیشتی. باید یه سرمایه گذاری کنید به صورت آزمون و خطا، اون شرایط رو بسنجید تا اون منطقه، تا خدایی نکرده به معیشتتون آسیب نخوره و اون کشاورزی مدرن اقتصادی رو با امنیت بیشتری بتونید توی منطقتون رقم بزنید و اتفاق بیفت. مزنت خواهی مندس آی مندس در خدمت. بچه من یه سوال جالب اینجا شده، بذارید آی مهندس من سوال اون منخور رو الان میرم میخونم و پاسخ میدم. روستایی ها بادمجان و گوجه رو خوش میکنن در زمستان در خورش استفاده و مزه جالبی داره. بچه شما میدونستید من یه اینجا یه یکی از پرمصرف ترین بازارهای جهانی برای گوجه خوش آلمانه. بید مطالعه کنید یکی از و کی داره براش تأمین میکنه ترکیه. به وفور تو این سایت ها و پیج های اینستاگرامی دیدید که گوجه کارهای ترکیه به خاطر شرایطی که دارن گوجه رو خوش میکنن با چاقو زدن و برش کردن گوجه و قرار دادنش در فضای باز و نمک پاچی رو اون گوجه، اون گوجه رو خوش میکنن و گوجه فروشی گوجه خوش سودی بسیار بسیار عالی داره برای بازارهاشون. بچه‌ها خیلی فرصت ها هست، ایران ظرفیت های فراوانی داره که گمنامه، یعنی برای صادرات به این چیزی که فعلا موجوده کفایت نکنید. شما تحقیق کنید، ابداع کنید و ارائه بدید، بازارها مطمئنن میپسندن. ما جای کار زیاد داریم آقای مهندس در ایران. این بحث گوجه خوش شد گفتم این مثلا هم بگیم. بچه ها من دکتر نیستم به خدا، این برای ما خود خیلی بزرگه، من خادم شما هستم توی صنعت بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی درس پس میدم به شما اساتید. لطفا این کش سبزیجات تجاری لطفا نظرتون رخ. سبزیجات یکی از بازارهای خوبیه که باید در شرایط بچه ها روی شاید من اینو بگم، یکی از ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. مثلا ما درباره تربچه چرا میدونیم؟ یه نفر به من بگه مطالعه‌مون تو سند تولید در کشاورزی درباره تربچه چقدره. ما اگر بتونیم تربچه رو استاندارد تولید کنیم، واریته خوبش رو داشته باشیم، در شرایط ایدئال یک دست و یک سان داشته باشیم، میتونیم بهترین بازارهای صادراتی رو داشته باشیم. در خیلی از نقطه‌های جهان از تربچه نان می‌پزن. باورتون میشه؟ برید مطالعه کنید درباره تربچه و خودتون میبینید که چه غذاهایی با تربچه درست میشه و چه نانهایی پخته میشه. اینا رو چجوری باید به دست بیاری؟ با مطالعه، با تحقیق کردن، با تحلیل کردن. نباید خسته بشید. شما باید ابداع کننده محصول جدید باشید. این اتفاق به این راحتی نمیفته مگر اینکه تلاش کنید و شبانه روز ما. امشب ببینید چند تا تقلب من به شما رسوندم. اینا رو اگر بهش جامعه عمل بپوشونید مطمئنا
میتونه قوی. بچه محصولات ایرانی، همه اساتید توی صادرات میگن، همه بزرگان توی صادرات میگن، هیچ جای دنیا ممنوعیت عرضه محصولات ایران نیست. یعنی شما در سراسر دنیا میتونید محصولات ایرانی رو ببینید. به جرأت میتونم میگم این یه افتخاره. حتی در کشورهایی که دوست ندارم اسمشون رو بیارم، حتی دشمنم حسابیم، محصول ایرانی اونجا نفوذم کرده، حضور داره. حتی در بدترین شرایط بازارهای صادراتیمون که بارسال ما دوچار مشکل شدیم، محصولاتمون راه های مختلفی برای صادرات داره. مطالعه کنید، راههاشو به دست بیارید. اینجا جای اون بحثا نیست. انشالله در کارگاه بعدی اینا رو بهتون توضیح خواهم داد. ما برای رسیدن به این بازارها میتونیم تلاش کنیم، مطالعه کنیم و بازاریابی کنیم و روش های مختلفی رو داشته باشیم تا از این تحریما عبور کنیم و نفوذ کنیم تو اون بازارهاشون. پس بی امان و بدون درنگ مطالعه کنید و تحلیل کنید. خب خیلی متشکرم مهندس جان. اگر موافق باشیم، خب تقریبا ما نزدیک به 2 ساعت هست که در خدمت شما هستیم و میخوایم از اونجایی که دوست داریم بیشتر و بیشتر در خدمتون باشیم، به نظرم برای این جلسه کافی باشه. البته نظر شماست، هر طور بفرمایید. ما من در خدمتم، چون قرار کارگاه افزایش پیدا کنه، ولی خب ما محدودیت هم پیک کاریمونه هم زمانمون کار. اگر میبینید من الان سوالاتی مثلا بچه ها دارم باید جواب بدم، من نهایت اگه خسته نیستم باز در خدمت شما هستم. از نگران من نباشید. من میخوام این 2-3 جلسه ای که هستش خیلی هم سعی میکنم ساده و روان توضیح بدم، زیاد با کلمات بازی نکنم، اون چیزی که اصل مطلبه برسونم. و حالا پاورپوینت و PDFش هم هست، میتونم برن دقیق تر مطالعهش کنم. اگر میبینید سوالی هست، اگر دوست دارید ادامه داشته باشه، من در خدمت. اگر هم که نه، رفع زحمت. اختیار دارین. ممنونم از لطف و محبتتون مهندس جان. خب به خاطر اینکه بچه ها خب سوالات خیلی زیادی بابت هر صحبت شما براشون ایجاد میشه، اون سوالاتی که من در اختیارتون قرار دادم به حالت ورد رو میتونین اصلا هر موقع فرصت کردین داخل گروه وایس بذارین که اینطوری وقتتون چش. گرفته نشه. من تو گروه نیستم آقای مهندس. آها، من براتون ارسال میکنم لینک رو. برای قراخانی ارسال کرده بودم که حالا برای شما هم ارسال میکنم. بعد خدمتتون عرض کنم این سوالات این دفعه هم هرچی بچه ها سوال دارن میتونن داخل گروه مجددا بذارن. من به روی چشم و دیگه حالا اسپرایم میکنم به خاطر محدودیت زمانی هم و اینکه مهندس رو ازش نکنیم، ان شاءالله جلسه آینده در خدمتشون هست. مرسی، ممنون آقای مهندس، باعث افتخاری که در خدمتتون بودم. انشاءالله که موفق باشید. متشکرم، خیلی ممنون مهندس جان. علی‌رغم تمام زحمات خیلی لطف داشتین به ما. که علی هم نگهدار. خدا نگهدارتون، شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، من یه عذرخواهی می‌کنم از آقای قاسمی، ببخشید. خب شما بابت هر سوال بچه ها سعی میکردین کمک کنین و پاسخ بدین سوالات رو، و اگر سوالی این وسط داشتین ما بین اون پاسخ های شما گم شد، ولی هر موردی بود شما در گروه بفرمایید، من انتقال میدم. چشم. و اون گروه هم خواهشن دوستان سعی کنین صرفا برای حالا بحث های مرتبط با کارآفرینی و مباحث سرفصل استفاده کنین. من گروه رو باز میکنم و اگر تجربی مثل آقای قاسمی دارین با سایر دوستان شیر کنین. ما خیلی خوشحال هستیم که خیلی از دوستان در جمع ما هستن که واقعا تجربیاتشون ارزنده است. ممنون میشم از همه دوستان و امیدوارم شب خوبی داشته باشیم.